این سوالات رو ساعت 10 شب در اتاق 4 بند زندان اوین پاسخ میدهم. من در کشوری زیستم که حکومت دینی استبدادی و زن ستیز بر سر قدرت بوده و من با هر سه وجه آن مبارزه کردم. وقتی خبر کشته شدن مهسا را شنیدم، اولین حس و واکنشم خشم بود. این اتفاق آنچنان خشمگینم کرد که اگر بیرون زندان بودم، قطعاً برای اعتراض به خیابان می‌رفتم. فکر می‌کردم هیچ کس نباید در مقابل این بی‌رحمی سکوت کند. تجربه من از تحمل 3 نوبت سلول انفرادی تجربه های تلخی است. از سلول انفرادی زمان نمی گذرد. نیاز به شنیدن صدا، حتی صدای غیر انسان، به یک رویا تبدیل می شود. وقتی زمان ماندن در سلول طولانی می شود، حس بودن در قبر، گیر افتادن در چاه به انسان دست می دهد. یعنی شرایط محیطی حاکم بر سلول، عدم محرک ذهنی و عدم وجود انگیزه درونی، ذهن را در معرض فروپاشی قرار می دهد. یه سلول انفرادی حتی دست به راحتی باز نمیشه. بعد تا یه سلول انفرادی طول ضبطری سلول 3 قدمه. 1، 2، 3. ولی خب سخت‌ترین شکنجه انفرادیه و اون چیزی که بهش میگن تعذیر، یعنی شلاقی که به کف پا میزنه و کابل، شلاق نیست، کابل، یعنی سیم برقه، خیلی درد میاد، تیمای لایه شده برقه که سفته، برای کابل کشی ها بهش میگن کابل. من اونم خوردم، البته من زیاد نخوردم، 2 بار 2-3 بار خوردم، ولی دیگران هستن و میدونی هر بارم هر ضربه‌ای که میزنه تو مغز سرسوت میکشه و یه شکنجه، خودش هم میگن بدترین شکنجه کابله، یعنی وقتی شما کاب میخوری کف. یه اصطلاحی هم دارن وقتی میخوام بزنن میگن نمره پا چنده، مثلا تو میگی 42، میگه میخوای 49ش کنم یا 50ش کنم، یعنی اینقدر وقتی میزنن پا ورم میکنه دیگه. همسر من نرگس محمدی اون معتقد بود داخل مفید تره. 10 سال ندیدمش. یک بار در بازجویی ها در مورد کیانا و علی حرف زدم. آن موقع بچه ها 3 ساله بودند و من در سلول انفرادی زیر بازجویی های شدیدی بودم. یک لحظه زمان و مکان را رها کردم، فارغ از آنچه پیرامونم بر من می‌گذشت. فقط احساس دلتنگی بود برای علی و کیانا. بیش از 8 سال است که کیانا و علی را ندیدم، اما آنها همیشه با من بودند و هستند. امیدوارم رنجی که بر آنها به دلیل فقدان مادرشان تحمیل شده به ثمر بنشیند و منو ببخشند. ما همه برای یک تغییر بزرگ تاریخی، یعنی گذار از جمهوری اسلامی به حکومتی سکولار مبتنی بر حقوق بشر و دموکراسی تلاش می‌کنیم. از پای نباید نشست، باید مقاومت و مبارزه را با شور زندگی و عشق در هم آمیخت و با ایستادگی به مبارزه تداوم بخشید و گام‌هایی پی در پی برداشت. برای گام بعدی آماده باشیم. نرگس محمدی.